موانع فشار و عذاب قبر. این شما را از مجازات قبر محفوظ می نماید. روایتی نقل شده است که زن بدکاره‌ای زنا می داد و اولاد خود را که از طریق زنا متولد شده بودند با آتش می سوزند و غیر از مادرش از این ماجرا کسی خبر نداشت. وقتی آن زن از دنیا رفت، زمین او را قبول نمی کرد، او را به جای دیگر منتقل کردند، باز زمین او را نپذیرفت. جریان را به امام صادق علیه السلام گزارش دادند. حضرت به مادرش فرمود زمین این زن را قبول نمی کند، چون خلق خدا را به عذابی که مختص خداست عذاب کرده است. پیامبر اکرم می فرمایند سخت‌ترین شبها شب اول قبر است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. آنچه می تواند از فشار و عذاب قبر جلوگیری کند اموری است که در روایات ذکر شده است که عبارتند از اعمال صالح. امام صادق علیه السلام می فرمایند چون مؤمن وارد قبر شود، نماز در جانب راست و زکات در طرف چپ او قرار می گیرد و نیکی بر او سایه می افکند و صبر در گوشه‌ای قرار گیرد. هنگامی که دو فرشته برای پرسش بر او داخل شوند، صبر به نماز و زکات و نیکی میگوید مواظب صاحب خود باشید و اگر شما عاجز از مواظبت او هستید، من از او مواظبت میکنم. 2. اتمام رکوع. امام باقر علیه السلام می فرمایند کسی که رکوعش را تمام کند، وحشت قبر او را نمی گیرد. 3. کمک به هم نوعان. امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که غم و اندوه مؤمنی را برطرف کند، خداوند غم و غصه آخرت او را برطرف می نماید و از قبرش در حالی که دلی شاد دارد خارج می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند مواظبت در انجام نماز شب کنید، بنده‌ای که در آخر شب برخیزد و 8 رکعت نماز گذارد و 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت نماز وتر را به جای آورد و در قنوتش 70 بار استغفار کند، از عذاب قبر و آتش در پناه خداوند باشد و عمرش طولانی و روزی او فراوان گردد. پاشیدن آب بر روی قبر. از امام صادق علیه السلام درباره پاشیدن آب بر روی قبر پرسیده شد. حضرت فرمودند تا وقتی که رطوبت در خاک قبر باقی باشد، عذاب از میت کناره می گیرد. مرگ هنگام نزول رحمت. امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بین زوال شمس روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بمیرد، خداوند او را از فشار قبر محافظت می نماید. 4 بار به حج رفتن. امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که 4 حج به جای آورد، هیچگاه او فشار قبر نمی گیرد. تلاوت بعضی از سوره های قرآن مثل سوره زخرف و قرائت سوره نساء در هر جمعه و قرائت سوره قلم در نماز واجب یا مستحب، چنانچه در روایت ذکر شده است. ذکر لا اله الا الله.
پیامبر اکرم می فرمایند هر کس در هر روز 100 بار لا اله الا الله ملک الحق المبین بگوید، برای او امان از تنگ دستی و از ترس قبر خواهد بود و بینیازی را برای وی جلب می کند و درهای بهش را به سوی او باز می نماید. تلقین پس از دفن. امام صادق علیه السلام فرمودند چه چیز مانع است شما را از اینکه کاری کنید که میت شما از دیدن منکر و نکیر در امان باشد؟ راوی میگوید گفتیم چه بگوییم؟ حضرت فرمودند چون میت دفن شد باید ولی او نزد قبرش بماند و دهان خود را نزد سمت سر آن میت نزدیک کند، پس به صدای بلند تلقین بخواند. پس منکر به نکیر میگوید برویم، زیرا حجت را به او تلقین کردند. قرار دادن دو چوب با میت. امام باقر علیه السلام میفرماید تا دو چوب تر باشند میت معذب نمیشود و بعد از خشک شدن آن دو چوب هم او را عذابی نیست انشاءالله. خیرات بازماندگان. امام صادق علیه السلام می فرمایند میت در فشار و رنج به سر می برد به خاطر نماز برادرش، خداوند او را وسعت می دهد. گذاشتن تربت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قبر. روایتی نقل شده است که زن بدکاری زنا می داد و اولاد خود را که از طریق زنا متولد شده بودند با آتش می سوزند و غیر از مادرش از این ماجرا کسی خبر نداشت. وقتی آن زن از دنیا رفت زمین او را قبول نمی کرد، او را به جای دیگر منتقل کردند، باز زمین او را نپذیرفت. جریان را به امام صادق علیه السلام گزارش دادند. حضرت به مادرش فرمود زمین این زن را قبول نمی کند، چون خلق خدا را به عذابی که مختص خداست عذاب کرده است. در قبر او تربت امام حسین علیه السلام بگذارید. پس چنین کردند، خداوند عیب او را پوشاند و زمین او را پذیرفت. محبت اهل بیت علیهم السلام. پیامبر اکرم می‌فرمایند محبت و علاقه به من و اهل بیتم در 7 جای بسیار هولناک کارساز و نجات بخش است. 1. هنگام مرگ. 2. در قبر. 3. هنگام زنده شدن مردگان در قیامت. 4. هنگام باز شدن کتاب عمل. 5. هنگام حساب. 6. هنگام سنجش افکار و اعمال. 7. زمان عبور از صراط. صلوات بر پیامبر. پیامبر اکرم می فرمایند صلوات بر من سبب نور در قبر می شود. اخلاق پسندیده. پیامبر گرامی اسلام فرمودند 3 گروه از زنان عذاب قبر ندارند و در قیامت هم با حضرت فاطمه سلام الله علیها محشور می شوند. زنی که با فقر و تنگ دستی شوهر خود بسازد، زنی که با بد اخلاقی شوهر صبر و بردباری خود را از دست ندهد، زنی که مهریه خود را به شوهرش ببخشد. زیارت قبر امام حسین علیه السلام. در روایت است که یکی از پاداش هایی که خداوند به زائر قبر امام حسین علیه السلام می دهد آن است که از عذاب و فشارهای قبر او را نجات می دهند. نماز و استغفار و صدقه بازماندگان. پیامبر اکرم می فرمایند سخت‌ترین شبها شب اول قبر است که شما می توانید
با پرداخت صدقه به مردگان خود ترحم کنید و اگر مالی برای صدقه نداشتید لااقل دو رکعت نماز بخوانید و به روح او هدیه بدهید که خداوند از آن لحظه هزار فرشته‌ای به سوی قبرش می‌فرستد که با هر فرشته‌ای لباسی است و قبر او را از تنگی و فشار رهانیده و وسعت می‌بخشد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند همان گونه که زندگان با هدایا شاد می‌شوند، اهل قبر و برزخیان با ترحم و استغفاری که نسبت به آنان می‌شود شاد می‌گردند. پیامبر اکرم به قبری که روز گذشته انسانی در آن دفن شده بود عبور فرمودند. در حالی که بستگان او گریه می کردند، حضرت فرمودند دو رکعت نماز سبک از آنچه شما سبک می شمارید در نزد صاحب این قبر از همه دنیای شما محبوب تر است. زیارت قبور. امام صادق علیه السلام درباره زیارت قبرها می‌فرمایند اموات با شما انس می‌گیرند و چون از ایشان دور شوید دچار وحشت شوند. ارشاد و هدایت جامعه. امام علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که افراد مستضعف فکری را تقویت کند و او را در برابر مخالفان راه ما با اسلحه استدلال مجهز کند در برزخ مورد لطف مخصوص خداوند قرار می‌گیرد و خداوند عقاید حق را به او تلقین می‌کند و قبر او را به صورت بهترین باغ‌های بهشتی در می‌آورد. شاد کردن مؤمن. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر که به مؤمنی شادی برساند خداوند از آن شادی مخلوقی آفریند که هنگام مرگ دیدارش کند و به او بگوید ای دوست خدا مژده باد تو را به کرامت و رضوان خداوند، پس همواره همراه او باشد تا داخل قبرش شود و به او همان سخن را بگوید و چون از گور برخیزد به او همچنان گویند و همواره در کنار او باشند و هنگام هر ترسی او را مژده می‌دهد. مؤمن به او می‌گوید تو کیستی خداوند رحمتت کند؟ گوید من آن شادی هستم که به فلانی رساندی. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.